قسمت هفتم. بچه ها همه خوب بودند، هم عبدالسلام و عبدالعامر و هم چایچی و احمدی. کار روزانه را باید شروع می کردیم. در حین نوشیدن قهوه تلخ عربی قرار شد که من به بازجویی از جمشید نعمانی بپردازم. خودم هم مشتاق بودم ببینم حال و احوال این همافر ورزشکار پس از واقعه سردخانه و دیدر جنازه دوست و همکارش از چه قرار است. وقتی به اتاق بازجویی رفتم، نخستین چیزی که توجهم را جلب کرد این بود که جمشید حداقل از دیروز 5 تا 6 کیلو وزن کم کرده بود. تصمیم گرفتم بیش از آن چه لازم است با او مهربان باشم. او را در بغل گرفتم، صورتش را بوسیدم و بعد طوری وانمود کردم که خود من هم در معرض خطر هستم، وگرنه بیشتر همدلی با او نشان می دادم. به نظر می آمد که جمشید هم آن آدم خونسرد و آرام 2 روز پیش نیست و نگرانی و استراب مثل موریانه به جانش افتاده است. به او گفتم باید خیلی مواظب باشی، من علاقه‌مندم به تو کمک کنم، ولی اگر اینها بو ببرند که چنین خیالی دارم، وضع من هم بهتر از تو نخواهد شد. جمشید نعمانی که قیافه یک آدم عزادار و مصیبت کشیده را داشت گفت آقا به خدا من تقصیری ندارم، این عبدالرضا صمیمی‌ترین دوست من بود، من چطور میتوانم او را که عزیزترین کس من بود به قتل برسانم؟ شما او را نمیشناختید، در مهربانی نظیر و مانند نداشت، او یک بچه 6 ماهه داشت، زنش را به حد پرستش دوست میداشت، چطور ممکن است من او را کشته باشم؟ با تعجب نگاهی به او انداختم و پس از چند لحظه سکوت گفتم ببین، خواهش میکنم به من دروغ نگو. تو میگویی او زنش را به حد پرستش دوست داشت و عاشق بچهش بود، پس چطور دیروز گفتی که با 3 دختر آمریکایی به منزل سونیا رفته اید؟ اینها با هم جور در نمی آید. بلافاصله گفت خدا شاهد است که او را به زور بردیم، نمی آمد. او حتی وقتی که در پایگاه لانگ آیلند بودیم شب و روز جز نامه‌نگاری برای زنش و اشک ریختن کاری نداشت. دلم می خواهد باور کنید، حتی اگر اینها مرا اعدام بکنند مهم نیست، من آنقدر از کشته شدن عبدالرضا ناراحتم که مرگ هم دیگر برایم اهمیتی ندارد. همش در این فکرم که چه بر سر خانواده او خواهد آمد. گفتم ببین، به هر حال تو متهم به قتل عبدالرضا هستی و باید کمک کنی تا حقیقت قتل او فاش شود. اگر واقعا تو مرتکب قتل نشده باشی، دلیلی ندارد تو را اعدام کنند، و وقتی اعدام نشدی می توانی به ایران برگردی و سرپرستی زن و بچه عبدالرضا را تقبل کنی. اما مسئله یکی و دوتا نیست، قتل است، دزدی، جاسوسی است، مرز شکنی است و خیلی حرفای دیگر. برای اینها چه جوابی خواهی داشت؟ هنوز حرفایم تمام نشده بود که باز صحنه دیروز تکرار شد. افسر لیبیایی با اسلحه لخت وارد شد، ابتدا به جان من افتاد و تا سربازها مرا بیرون بردند هجوم به جمشید نعمانی آغاز گردید. همان سناریو بدون کوچکترین تغییری و باز در اتاق مخفی، خنده و شوخی، قهوه و پانسمان انتظارم را می کشید. حالا دیگر کم کم از چایچی و احمدی بدم می آمد. فکر می کردم چرا این 2 نفر وارد کار بازجویی نمی شوند؟ چرا همه کارهایی را که به عذاب و شکنجه ختم می شود به عهده من می گذارند و این 2 نفر در پشت صحنه قرار دارند؟ هنوز قهوه‌ام را تمام نکرده بودم که عبدالعامر گفت برای بازجویی حاضری؟ گفتم می‌بینی که طرف همچنان مشغول کتک خوردن است، خودم هم به قدر کافی برای امروز خوردم. همگی خندیدیم و عبدالعامر گفت نه، جمشید را نمی‌گویم. من می‌خواستم بگویم
نه، میخواستم فریاد بزنم که دیگر حاضر نیستم شریک جنایت‌های آقای ژنرال قذافی و ماموران امنیتش بشوم. اما همه فریادها در گلویم خشکید و لحظه بعد در حالی که هر سه نفر سیگارهامون را روشن کرده بودیم به طرف اتاق بازجویی شماره 1 به راه افتادیم، همان اتاقی که عبدالرضا تقوی‌نیا را آخرین بار در آنجا زنده دیده بودم. چایچی و عبدالعامر به اتاق مخفی رفتند و من کج خلق و بی‌حوصله به تنهایی وارد اتاق بازجویی شدم و در نخستین نگاه کم مانده بود قلبم از کار بیفتد. باور نکردنی بود. میان تعجب و شادی، میان خوشحالی و ناباوری، میان خنده و حیرت به آنچه در برابرم بود می نگریستم. عبدالرضا تقوی‌نیا، مردی که دیروز جنازه‌اش را در سردخانه در کشوی مرده‌ها دیده بودم، روی صندلی در جای همیشگیش نشسته بود و سیگار می کشید. لحظه ای ایستادم و نگاهش کردم. برایم باور کردنی نبود. من شاهد آن حمله و شکنجه و خشونت بی‌رحمانه‌ای که عبدالعامر در حق این جوان به کار برده بود بودم. من دیروز، همین دیروز، جنازه او را در کشوی سردخانه اداره امنیت و مخابرات لیبی دیده بودم. حالا چطور امکان داشت که همان قربانی، همان همافر که دیشب به خاطر او برای اولین بار عذاب وجدان را حس کرده بودم، نمرده باشد و صحیح و سالم جای همیشگیش روی صندلی اتهام اتاق بازجویی مقابلم نشسته باشد؟ گویی که از لحظه ورود به این ماجرا باید همه چیز برای من رنگی از حادثه و اتفاق داشته باشد، همه چیز در دنیای از دروغ و نیرنگ و فریب خلاصه شود. به هر حال اینها افکاری بود که شاید مجموعه آن در یک لحظه از خاطرم گذشت، چون بلا فاصله خندیدم و عبدالرضا را که سلام می گفت و از جا بلند می شد بوسیدم و از حادثه دیروز با خونسردی ابراز تأسف کردم. عبدالرضا گفت: من نگران شما بودم که داشتید به من کمک می کردید و به خاطر این محبتتان خودتان مورد بی‌احترامی همکارانتان قرار گرفتید. خونسرد و آرام در حالی که او را با اشاره دعوت به نشستن می کردم گفتم: اینا هم بالاخره حق دارند. سوء تفاهمی شده بود که خوشحالم برای شما، خوشحالم که برطرف شد. فکر می کردن چون من ایرانی هستم شاید به شما کمک کنم. آدم بدجنس هم که همه جا پیدا می شود. گزارشی هم داده بودند که من نقشه فرار شما را از زندان ریختم و به هر حال آنچه اتفاق افتاده شد، اما بالاخره حقیقت روشن گردید و می‌بینید که پرونده شما مجدداً در دست من است. اما شما هم باید قول بدهید که با توجه به همه این مسائل در بازجویی همکاری کنید و بگذارید خال قضیه را بکنیم. و بعد با بازجویی را شروع کردم. قصد من از تعریف این ماجراها شرح حادثه ها و رویدادهای لیبی نیست. امروز دیگر همه مردم دنیا از جنایاتی که در لیبی و سوریه می‌گذرد آگاهند. من اگر به شرح این خاطرات می‌پردازم به این سبب است که شما بدانید در دنیای جاسوسی تعلیمات چریکی و بالاخره تا پاسدار خمینی شدن مثلا یک آدم کم سواد قهدریجانی چه مراحل و اوضاعی را باید طی کند. به عبارت دیگر من این خاطرات را شرح می‌دهم تا جواب کسانی را داده باشم که میپرسند و با تعجب هم میپرسند که چرا این پاسداران اینقدر قسی القلب هستند. من میخواهم بگویم من و بسیاری دیگر از کسانی که همگی از پایه گذاران کمیته ها و سپاه پاسداران بودیم، قبل از این که خمینی پیروز شود دستمان به خون آغشته بود. جنگ کرده بودیم، آدم کشته بودیم، تخریب کرده بودیم، به انفجار دست زده بودیم و همیشه هم شرح حوادث طوری بود که اگر 4 مورد قتل واقعی می کردیم، 1 مورد هم مثل همین مورد تقوی‌نیا بود که قتلی صورت نگرفته بود. یعنی که نصف ماجراها واقعی و حقیقی بود و نصف دیگر قلابی و ساختگی و این شیوهی بود که ما خودمان را گول می زدیم و هرگز نتوانستیم یک تصمیم واقعی بگیریم.
از همین تجربه لیبی بود که فهمیدم در دنیای چریکی میتوان به راحتی آب خوردن یک اسیر را شکنجه داد، کتک زد، به زندان انداخت، با یک آمپول بیهوشی برای یکی دو ساعت او را به عنوان جنازه در کشوی معمولی یک سردخانه گذاشت، ملحفه روی او کشید تا از دل همه این صحنه سازی ها کاری که معلوم نبود سر نخش به دست کیست انجام بگیرد. بارها و بارها پس از تجربه لیبی من این شیوه های ضد انسانی را در ایران خودمان به کار بردم و نتایج مؤثر به دست آوردم. شرحش را به موقع خواهم داد. به هر حال در آن هفته کار همگی ما به بازجویی از عبدالرضا تقوی‌نیا گذشت و فردای آن روز درست همان برنامه‌ای را که برای جمشید نعمانی پیاده کرده بودیم برای عبدالرضا تقوی‌نیا ترتیب دادیم. این بار جنازه جمشید نعمانی در سردخانه بود و تقوی‌نیا باید آن را شناسایی می‌کرد. ظاهر قضیه این بود که هر یک از آنها متهم به قتل دیگری بود و طبیعتاً چون این دو همافر جوان از اتهام‌هایی که به آنها زده می‌شد آگاهی نداشتند، حرفی هم برای گفتن نداشتند. اما عبدالسلام و عبدالعامر دست بردار نبودند و در پایان هر روز وقتی نوبت به برنامه ریزی طرز کار فردا می رسید، مقداری وعده و وعید، شکنجه و قول و قرار، تهدید و تحجیب و سفارش می دادند که فردا توسط من باید در بازجویی‌های تکراری و ملال آور اعمال می شد. نکته ای که برای خودم هم سوال برانگیز بود این بود که مقامات امنیتی لیبی هرگز حقیقت را حتی به خود من هم نمی گفتن. من فقط یک آلت بلا اراده در دست آنها بودم. بعدها فهمیدم که همه این طرح‌ها و نقشه‌ها، همه آنچه که به من می گفتند و انجامش را از من می خواستند جز دروغ و فریب چیز دیگری نبوده است. این بازجویی‌ها 10 روز به طول انجامید و طی این 10 روز مقامات امنیتی لیبی از این دو همافر فیلم، مدرک جاسوسی، امضاهای جعلی، زیر اوراق بازجویی، عکس‌های سکسی و بسیاری اسناد ساختگی دیگر تهیه کردند و آنچنان آنها را تحت فشار قرار دادند که حاضر به انجام هر کاری بودند.